راستش اون موقع که اومدم ترکیه و بعد دیگه این داستانش مفصله، اون موقع دیوار برلین بود، دیوار برلین بود، دیوار درسته. برلین بود، یه برلین شرقی بود یه برلین غربی بود، هنوز دیوار فرو نیفته بود. آره. بعد موقع کسی نمیتونست ویزای آلمان غربی رو بگیر، راهچه‌هاش رو در آورده بودیم با دوستام، دو سه نفر بودیم، راهچه‌ها رو در آورده بودیم و رفتیم ویزای آلمان شرقی گرفتیم که 48 ساعت بریم برلین شرقی. از این قرار بود که وقتی که برلین میرفتی برلین شرقی، چون تو خارجی بودی میتونستی بری برلین غربی رو ویزیت کنی یا به اصطلاح ببینی و اجازه میدادن به خارجی ها، اجازه میدادن. بله به خارجی ها اجازه میدادن که بریم اونجا برگردیم. که ما رفتیم هواپیما، یا چند تا ایرانی دیگه هم همین ریل داشتن میرفتن، سوار هواپیما شدیم. وقتی که هواپیما از فرودگاه استانبول بلند شد، یه دیدیم همه دارن دست میزنن. بعد نگاه کردیم اکثرش اینا ایرانی هستند، همه ایرانی هستند، داره ایرانی هستند که مقصد ورشو بود. بعدم از اون رفتیم برلین شرقی، برلین شرقی پیاده شدیم. بعد میخواستیم از دیوار که اونجا نذاشتن ما تو بگوییم، خب میخوام برلین شرقی ببینیم، چون همیشه میخواستم کشورهای کمونیستی چجوریه. گفت نه اینجا نمیتونی بمونی، تو ویزا داری 48 ساعت، بری 48 ساعت فقط میتونی اینجا عبور کنی بری برلین و بعدم برگردی. که خب ما اومدیم و رفتیم، چون یه سری هم اینجا به ما وصل شدن دنبال ما. این فیلمی از پول و برادر رو مال وودی آلن میره جایی ده نفر دنبال جن میرن، میگه بابا شما دنبال ما برای چی دارید میاد که دارید این کارو میکنید. خلاصه اونا با مونم راهچا بلد نبودن یا چیزی نبود، گفتم این کارو میکنید. رفتیم بر صورت اون بره دیوار برلین. یک شنبه شب بود، یعنی دو سه صبح دو شنبه، هوا برخلاف جای دیگه سرد بود. گفتیم خب باید چه کار کنیم و کجا بریم و این، گفتیم خب باید بریم خودمون معرفی کنیم دیگه به پلیس. این حالا تو نه گفتی نمونه، این قطار که میرفت و بالا میومد پایین، من چک میکردم کجا برلین غربی کجا برلین شرقی، از رو ماشیناش میتونستم بفهمم، میدم اونجا همش لاداه اینجوری. بعد من دیدم نه اینجا بنز و بی ام و، گفتم بچه همینجا آلمانه باید پیاده شیم. نصف شب بود، بعد پیاده شدیم. بعد ما اومدیم خلاصه اونجا خودمون معرفی کردیم، رفتیم توی یه هایی می بود به نام هایم هاسپیتال که ایرانی هم اونجا بودن، خارجی هم بودن و اونجا مدارک مدارک و اینا. همین هایی بود که مجاهدین اونجا دیدم اول. برادر با لهجه شیرین ترکی و اینا اومد سلام علیک کرد، گفت من از هوادارهای مجاهدین هم. و به اونها یه سری آدم ها که خب هیچی نگفتن اصلا، چون نمیشناختن یا سازمان، ولی من نگفتم من هوادار بودم فلان بودم به اونها. گفت الان اینجوریه و اوضاع اینا. بعد لیست شهدا رو اونجا اولین بار دیدم، مثلا واقعا یکه خوردم که لیست شهدا اون موقع لیست 10000 نفره فکر کنم بود، جلد قرمز رنگی داشت، اومد داد گفت اینجوریه سازمانی، سری توضیحات برای ما داد. بعد من لیست ازش گرفتم، گفتم میتونم ببینم لیست رو؟ گرفتم دنبال اسامی دوستام، خیلی از دوستام که مثلا شهید شد، چون واقعا نمیدونستن خانواده‌ای سازمان با چه مشکلات و مصائب اینا رو جمع کرده بود. اسامی شهدا رو دیدم واقعا یکه خوردم. درسته. توی چیز با دیدن اسامی اینا دیگه گذشت رو همیدم دیگه من ندیدم. اومد یه روز اونجا بود دیگه پیش من بود. بعد من چند هفته برلین بودم. درسته. که دیگه بعد اومدم غرب. حوالی بکنم چند هفته طول کشید تا این پروسه طول بشه. اومدم به غرب آلمان. درسته. کمی اینجایی کم مکس کنیم که اون چیزی که بیشتر از همه شما رو مثلا چه جاذبه دافعه هایی وجود داشت در اون مقطع؟ لیست شهدا رو که دیدم و اخباری که خب از ایران که من کامل نشنیده بودم و این چیزا، این همیشه این گوشه ذهنم بود. به قول معروف قلقلق میداد که بابا به هر صورت تو اومدی اینجا، تو جونت برداشتی اومدی، خب ببین همه دوستات شهید شدن، این همه آدم ها تحت ستم هن، تحت فشار هن. خب با خانواده هم تماس داشتم، مثلا میگفتن که الان خیلی جنس ها گرون شده. حالا تو اون سال ها نمیدونم مثلا وضع برق اینجوریه، وضع از اون سال ها که تو بودی خیلی بدتر شد، حالا یک سال دو سال بیش یک سال بیشتر نگذشته بود، ولی این همیشه تو ذهنم بود که خلاصه چجوری میشه هم زندگی کرد هم مبارزه کرد. مثلا این اول تو ذهنم این بود. خب باشه، خب منم اومدم اینجا، خب باشه کنار همین سازمان هستم، منم که جایی نرفتم یا این چیزا، میگم از سازمانم میشناسم، هر وقت هر تظاهراتی چیزی بود برام میام. روزا گذشت، من یه دیگه توی غرب آلمان به اصطلاح در واقع کل شهر دورن بود،
نزدیک کلن، یعنی فکر کنم 25 کیلومترش، اونجا تو اونجا بودم. بعد تو هم اداره اتباعش به سر اداره اتباع خارجی که همون سوسیال آمپ که بود میرفتیم اونجا مدارک اونجا، گفت یه ایرانی هم اینجا هست، یه خانواده ایرانی هستن. گفتم جدی؟ آره یه خانواده ایرانی هست اینجا، سیاسی هن. گفتم خب خیلی خوبه. بعد یه روز دیدم یه آقای اومد تو، ما توی هتلی بودیم هنوز تازه داشتیم چیز میکنیم، یه آقای اومد گفت آره من هوادار سازمانم. بعد گفتم خب، گفت اینجا خواستم ببینم کی هوادار سازمانی، ما یه چند تا ایرانی بودیم، کی هوادار سازمان و کی چیز. من چیزی نگفتم اونجا کی هوادار سازمان و ما عاجز بچه عادی اینا بودم. بعد همین گذشت، یه بار دوباره اومد ما صحبت کرد، گفتش که از سازمان چیزی خبر نداری؟ گفتم من هوادار سازمان بودم شرق تهران. گفت جدی؟ یه سری نشریه و این چیزا به من داد. دیدم فردا زنگ زدن، یه خانومی زنگ زد گفت با شهرام کار داشت. من فکر کردم مثلا گفت یه کسی دیگه، میگم من مادرمه یا چون زنگ میزنن یا چون اون نفر اون هتل داری که اونجا بود اتاق ما بس کرد. گفتم که بله بفرمایید. بعد گفت الو سلام علیکم، با خیلی خودمونی گفتم شما؟ گفت شما فلان اینا. گفت شهرام تویی؟ گفتم بله. گفت هوادار سازمان بودی، اینجوری بودی، از ایران اومدی، بیا اینجا ببینم. گفتم که من باشه میام، ولی من یه ذره مشکلات دارم حقوقی یا فلان و بهمان میام. گفت بیا یه جلسه هست و فلان اینا بیا بگو. گفتم آها من اومدم دوباره کارهای قانونی، من میخوام درس بخونم. گفت بیا یه سری چیز دارم. خلاصه گذشت و سریعتر میگم که زیاد طولانی نشه دیگه. ما رفتیم و دیدم یه شب بود، بچه ها داشتن میمدن منطقه جلسه بود. گذشت و بچه ها رو دیدم و بعد من که وارد این پایگاه شدم، خب چند ماه چند وقت بود که فضای ایرانی ندیده بودم. درسته. قبلش که خارج بودم، بعد اومده بودم تو آلمان توی یه فضای مثلا چی، دیدم اینجا اینه مثلا ایران میمونه. مثلا ما اون موقع میرفتیم انجمن دانشجویان مسلمان تو میدون رضاییه بود، بهش گفتن مؤسسه. دیدم اینه مؤسسه است، چند طبقه است. اون موقع تو اونی سنتر رفتیم، اونی سنتر طبقه 6 طبقه 19 طبقه 12 ساختمون به استرایی که رفتیم اونجا و دیدم اینجا کتابا و اینجا بود. و گذشت، شب خوابیدیم و صبح خواهر صدام زد، من سلام علیکم اینا گفتم که گفت خب پیش ما بمون. چیکار؟ گفتم نه من نیومدم بمونم، شما منو دعوت کردی. گفتم یه چیز ببینم، من یه سوالات دارم سر سازمان فلان اینا. حالا اون سوالاتم چیا بود؟ اونایی که تو ذهن ما جنگ ایران عراق، نمیدونم انقلاب ایدئولوژیک، نمیدونم اینا، همه سوالاتی که داشتم. بعد که خوب باشه هر سوالی داشته باشی من در خدمتم. گفتم نه، یه سری کتاب اینا بردم. گفتم من میرم. بردم وسایلمو، مثل کتاب اینا رو بردم، رفتم دوباره هم دنبال کار حقوقی و خوندن اینا و کلاس زبان و این چیزا، چون واقعا می‌خواستم درس بخونم. یعنی توی چیزم میگفت دنبال کلاس زبان و این چیزا. ولی از یه طرف هم هرچی اینا رو بیشتر میخوندم میدیدم نه، نمیشه، واقعا نامردیه به قول چیزا ول کنیم با ملت ما اینجا. من بیام اینجا راحت مثل خیلی چیزا ممکن این کار بکنن، ولی تو این آدم نیستی، نمیتونی این کار رو بکنی. گذشت، بعد یه زنگ زدن دوباره بهم گفتن جلسه، یه جلسه بزرگی بود اون موقع، برادر حبیب میخواست بیاد سخنرانی کنه. آبان ماه بود، اولین جلسه بزرگ سازمان تو اون سال 65 بود، آبان ماه بود که 4000 نفر هم اومدن. دیگه بسیج و دیگه رفتیم برای دنبال ایرانی ها رو دعوت کردن و این چیزا. اون جلسه هم خیلی بزرگ بود. بعد اون موقع برادر حبیب خودشون اومدن گفتن برادر بهنام امروز ما به ازای من اینجا هستن که سخنرانی میکنم. بعد دیگه از وضعیت ایرانجی اونجا خیلی من واقعا چرخید ذهنم. درسته. که بابا سازمان داره چه کار میکنه، تو کجایی؟ تو که خب هوادار سازمان بودی یا باز با سازمان بودی، الان میخوای چه کار کنی؟ درسته دیگه، نقطه انتخاب. آره یه چیز کردم، اومدم دوباره تو شهرمون، یه هم اتاق داشتم تو اونجا. گفتم که سعید من میرم دیگه، میرم پیش سازمان دیگه، تصمیم گرفتم. آره میرم اونجا میمونم، میمونم بعد برای کارهای حقوقی منو تو زنگ بزن یا این چیزا، به زنگ بزن به من بگو مثلا بیا این کارو بکن، این چیزو بکن که دنبال. گفت باش. گفت واقعا تصمیم تو گرفتی؟ گفتم آره. اون داشت خودش کلاس زبان اینا میرم. گفتم آره.
دارم میرم. بعد دیگه اومدم سازمان و بودم دیگه بسیجای مختلف، بعد 19 بهمن و 30 خرداد و تشکیل ارتش آزادی بر. بعد دیگه از اون وقت دیگه یک اصلا چیز عوض شد. چیش میگم، از اونجا بود که در واقع شما وارد زندگی مبارزاتی حرفه‌ای در مسیر، در یک مسیر دیگه قرار گرفتی. اما حالا فارغ از موضوعاتی که برای خودتون اتفاق افتاد، ممکنه که این مشابه همین یا کمی شبیه همین برای سرگذشت خیلی از افراد دیگه ای باشه، چون فکر میکنم که یک سری چیزها برای همه کسایی که میخوان بین مبارزه با زندگی شخصی و همه جاذبه ها و همه علاقه که وجود داره انتخاب بکنن، فکر میکنم خیلی از پارامتراش مشابه هستش. اون دینامیزم هایی که عمل میکنه، کشش ها، جاذبه ها، دافعه ها. الان بعد از چند دهه که از اون روزها گذشته، الان داریم خاطراتمون رو میکنیم، بالا و پایینی ها، اتفاقاتی که افتاده، الان چه نگاهی به اون دوران دارید؟ به این مسیر پشت سر چه نگاهی داری؟ چه نگاهی به مسیر روبرو داریم در همین نقطه ای که الان نیستادیم؟ خب انتخابی که اون موقع کردم، این یادم رفت تو پرانتز، یه دلبستگی دیگه من داشتم، اونم ورزش بود. که خیلی از جوونا خب ورزش دوست دارن، یکی فوتبال که خب تو آلمان خلاصه مهدشه، یکی هم من ورزش رزمی میرفتم، جودو که سالیان کار کرده بودم. درست. همون اولی که اومدم تو اون شهر به اصطلاح دورن که رفتم، یا اون هومش که بودم، رفتم باشگاه. اونجا رفتم تو اون باشگاه، یه رئیس پلیس، یه افسر پلیسی مربیش بود با همسرش. بعد اومد و من گفتم من ایران بودم، انقدر کار کردم، اینجوری بودم. دیگه رفتم اونجا، امکانات به من داد و شروع کردم. چند وقت دیگه، هفته ای سه روز میرفتم تمرین و اینا، اصلا چیز بوده. بعد اونجا گفت خیلی خوبه و خیلی تشویق کرده و دیگه امتحان کمربند و نمیدونم فلان و بهمان اینا، که من اونجا یه حکم داشتیم، حکمم از ایران برده بودم که مثلا من این همچی کمربندی دارم، قهوه‌ای داشتم اونجا. اومدم رفتم اونجا، گفتم من کمربندی، حکمم بین‌المللی. بعد گفتش اینجا یا چند ماه هم اونجا رفتم، میرفتم تمرین و دیگه هم میرفتم تمرین، هم میخواستم برم کلاس زبان، هم میخواستم برم پایگات به اصطلاح. چه دیدم اینا اصلا با هم نمیخونه، یعنی واقعا زمانش نمیرسید که ورزشو دیگه، از اون ورزشو نرفتم دیگه. اونجا اومدم تو همون شهری که بودم، ورزش معمول و این چیزا رو میکردم، فوتبال اینا با بچه‌ها میکردم دیگه. جودو رو که خیلی هم دوست داشتم گذاشتم کنار. درسته. بعد ولی اومدم ادامه دادم. ولی الان که دارم نگاه میکنم میگم عجب انتخاب خوبی کردم. واقعا تو این سالیان، الان سالیان گذشته، همینی که الان تو این مسیر هستم، خودم خیلی بهش افتخار میکنم. درسته. میگم با یک سری هستم دارم اینجوری میکنم و این یه راهیه که همه میتونن برن. البته خیلی سخته و خیلی مشکلات جلو راه هست، ولی اگه عزم و اراده کنیم میتونیم. فقط هم یه دینامیزم داره. اون دینامیزم چیه؟ اون چیزی که، اون کششی که باعث میشه بقیه کشش هایی که در برابر اون هست و خونسا کنه، اون رو چیه؟ ببین وقتی تو میبینی مردم کشورت، مخصوصا تو این روزا، زیر بدترین فشارها هستن، زیر بدترین توهینا هستن، از گشت ارشاد گرفته، توهین کردن به نفرات گرفته، اصلا علنا تو توی تلویزیونش همین توهینا و این چیزا رو میکنه، همین فشارا رو میاره، تو اصلا نمیتونی تحمل کنی همچین نظامی رو. خب یه موقع تو میتونی بیای همه اینا رو بذاری، خب خیلی مسیر مبارزه سخته، شاید همه نتونن انتخاب کنن، خیلی ها کنارش بیان، خیلی تا هر میزانی که میتونن کمک کنن، و خیلی ها ممکنه تمام عیار بیان. ولی وقتی که انتخاب میکنی، برای خودم این بود که تمام عیار انتخاب کنم که بیام تو این مسیر، چون اون پشت سر، این سالیان، این رنج و بدبختی مردم رو که میبینه، این ستمی رو که میبینه که زیر مهمیز آخونده هستن، همین دجالایی که واقعا مثل پزشکیان، مثل این کی بود، اون جلیلی و اینا که واقعا تهوع آورن، معذرت میخوام یه حرف بزنم، و میان میخوان مردم هم که واقعا فهمیدن اینا کی هستن. پس بنابراین یه کسی، یه ناجی باید باشه
که بتونه این راه رو هموار کنه و این رژیم رو سرنگون کنه. درسته. من اینو تو سازمان مجاهدین دیدم. واقعا اگر هر سازمان دیگه ای، اینو بارها خود برادرم گفتن، هر کسی میتونه یک سنگ به خمینی بزنه، حتی میتونه بهتر از ما کار کنه، ما پشت سر اون حرکت میکنیم. درسته. بر صورت انتخاب کردم که بیام تو این مسیر و با بچه ها باشم. هر کسی تو هر پروژه ای این چیزو داره. درسته. تمام. یه سوال کوچیکی دیگه هم بکنم. نسبت به آینده چطور نگاه میکنید یا فکر میکنید آینده چطور خواهد بود؟ چه آرزویی برای آینده دارید؟ به خصوص برای کسی که تمام سرمایه و اندوختش رو در این مسیر گذاشته. خواهم میدونم که نگاهتون با آینده چجوری؟ یکم سوال سختیه. قبول دارم سخته. ولی در این حال ساده است. چرا که نگاه به آینده، نگاه هر کسی که توی این مسیر میاد، نگاه‌ها شاید مشترک باشه. اینی که یه ایران آزاد داشته باشیم، به دور از شکنجه و اعدام، به دور از هر گونه فشار و دزدی، یعنی همه نه کودک کار داشته باشیم. خب اینایی که به اسم دین و مذهب اینجوری دارن ملت رو از بین میبرن، آرزو دارم که دیگه هیچ وقت اینا نباشه. اینی هم که داریم میگیم، کهکشان چند وقت پیش بود. خیلی از جوونا رو دیدم. جلسه کهکشان ایران آزاد که هر سال برگزار میشه، ولی واقعا امسال دیدم صحبت میکنن، مخصوصا جوونا رو دیدم. خودم رو به یاد آوردم که اون ما تو آلمان بود دیگه، برلین بود، منم مثلا 40 سال پیش، مثلا 7-8 سال پیش اون موقع تو آلمان بودم. خودم گذاشتم جای اونا، گفتم واقعا درود بر شما که این انتخابو کردید و تو این مسیر هستید، و اگر ما هر کسی به هر اندازه‌ای که میتونه دست به دست هم بدیم، میتونیم این رژیمو سرنگون کنیم، و واقعا این امکان پذیره. جوانای مملکتمونم میگم، ممکنه هر کسی بتونه بیاد خارج، اومدم خیلی هم میگم از راحت میشید که اگه میری از این را میری بیاد راحت. آره راحت ممکنه بشی تو بری دنبال زندگی خودت، حتما راحت میخی، کما اینکه خیلی ها دارن میرن. ولی اگر یه وجدان آگاهی داشته باشی، یه چیزی داشته باشی و خلاصه مردم تو ببینی، میای این انتخابو میکنی که تو این مسیر شده، هر چقدر بتونی کمک درسته. کنی توی سرنگونی این رژیم و برای راه اندازی یک قیام دیگه که این قیام 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 هاست. بسیار عالی، بسیار عالی. حسامی، سرگذشت بسیار جالبی بود، فراز و فرودهای زیادی ازش صحبت کردیم، اما بسیاری اندوختم درش بود، به خصوص احساسات پاکتون و اون چیزی که در تمام این سالها در واقع جاذبه‌ای بوده برای اینکه در این مسیر گام بردارید. در حال خیلی خیلی برای من سرگذشت همه اندوخته‌های زیادی درش هست، و همچنین نکاتی که شما گفتیم و سرگذشتی گفتیم، امیدوارم که بینندگانمون هم شاید با بخشی از اون چیزی که شما گفتید در واقع احساس مشترک داشته باشن، شاید بعضیا براشون مفید باشه اون چیزی که شما گفتید و کمک بکنه. در حال ممنونم که در این گفتگو با ما همراه بودید و این وقت رو به ما دادید. ممنون از اینکه دعوت کردید. تشکر از شما. ممنونم.